دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران گمانه‌زنی‌ها درباره فیلترینگ اینستاگرام به دنبال بسته شدن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در این شبکه اجتماعی را رد کرد. مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا در پراگ گزارش می‌دهد. مهتاب. بله، همونطور که شما گفتید، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران گمانه‌زنی‌ها درباره فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام رو رد کرده. او با اشاره به اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام مبنی بر بستن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران گفت رفتار اینستاگرام رو محکوم می‌کنیم، اما فعلا محدودسازی اون در دستور کار نیست. شبکه اجتماعی اینستاگرام یک روز پس از اینکه وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، صفحات این نهاد نظامی و شماری از فرماندهان اون رو مسدود کرد، از جمله صفحات اینستاگرام محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. دامنه صفحات محدود شده در اینستاگرام حتی فراتر از این هم رفت و در ابتدا صفحات ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی رو هم شامل شد، اما در نهایت اینستاگرام اعلام کرد که حذف این دو صفحه اشتباه بوده و اونها رو دوباره فعال کرد. در این شرایط بود که گمانه‌زنی‌هایی درباره فیلترینگ قریب الوقوع اینستاگرام در ایران مطرح شد که سخنان افرادی همچون حسین الله کرم از سران انصار حزب الله هم به اون دامن زد. او گفته بود که در حمایت از سپاه پاسداران اینستاگرام باید فیلتر بشه. پیش از این هم بحث فیلترینگ اینستاگرام در ایران بارها مطرح شده بود، از جمله جاوید جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستانی که آذر ماه گذشته این شبکه اجتماعی رو قتلگاه جوانان نامیده بود. اما دبیر شورای فضای مجازی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که فعلا بحث فیلترینگ اینستاگرام در میان نیست. آقای فیروزآبادی گفت تجربه فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن کاربران به پیام رسانهای داخلی ناموفق بود. با این حال او از کاربران ایرانی دعوت کرد که از پیام رسانهای داخلی مشابه استفاده کنند. ممنون. مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا در پراگ.